در مورد دستور کار این جلسه و نتایج آن، روایت رژیم متفاوت از روایت منابع دیگر است. تلویزیون رژیم شب گذشته در بخش اصلی خبر خود، در عین آنکه رژیم را مطالبه گر جلوه می‌داد، اما نارضایتی عراقچی را که به نمایندگی از رژیم در این جلسه شرکت کرده بود منعکس می‌کرد. عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان پس از پایان نشست 2 ساعته کمیسیون مشترک برجام در هتل کوبرگ وین گفت جلسه سازنده‌ای بود، ولی مشکلات ما مشکلات جدی است که باید مرتفع شود. البته جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که به روال خودش در کاهش تعهدات خودش ادامه خواهد داد تا وقتی که خواسته های جمهوری اسلامی ایران تأمین بشه. بیانیه رئیس کمیسیون برجام که روز یکشنبه 6 مرداد منتشر شد، گویای آن است که سایر کشورهای عضو کمیسیون از رژیم مطالبه گر بودند. این بیانیه میگوید این نشست به منظور بحث پیرامون ضرورت اجرای کامل و مؤثر برجام در تمام جوانب آن برگزار شد. در این بیانیه آمده است شرکت کنندگان بر حمایت قوی و مسئولیت جمعیشان در پروژه‌های هسته‌ای مشخصاً عراق و فردو تاکید مجدد کردند. این موارد بخشی تعیین کننده در برجام است، به منظور اینکه ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران را تضمین کند. توافق شد که یک نشست کمیسیون مشترک در سطح وزیران خارجه در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. روزنامه‌های حکومتی نیز تایید می‌کنند که جلسه وین برای رژیم عایدی نداشت. کیهان خامنه‌ای 7 مرداد طی گزارشی با عنوان برگزاری کمیسیون مشترک برجام اتلاف وقت و دیگر هیچ می‌نویسد در این نشست از ایران خواسته شد تا گام سوم کاهش تعهدات خود را انجام ندهد. اظهارات مقامات حاضر در این نشست حاکی از آن است که برگزاری کمیسیون مشترک برجام به جز اتلاف وقت نتیجه دیگری نداشته است. گزارش کیهان خاطر نشان می‌کند که سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفت که در این نشست از ایران خواسته شد تا گام سوم کاهش تعهد خود به برنامه جامع اقدام مشترک را انجام ندهد. روزنامه جهان صنعت 7 مرداد که همسو با روحانی است، به طور روشنتری هشدار و اخطار جلسه وین خطاب به رژیم را منعکس کرده و می نویسد معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دبیر کل سرویس اقدام خارجی این اتحادیه توییتی را درباره نشست کمیسیون مشترک برجام منتشر کرد. هلگا اشمید در توییترش نوشت نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام برای بررسی ضرورت پایبندی کامل به تعهدات توافق هسته‌ای ایران در تمامی جنبه‌های آن برگزار شده است. همین روزنامه اعتراف قابل توجهی نیز به شکست تلاش‌ها به نجات برجام دارد و می‌نویسد تلاش‌های کشورهای اروپایی از جمله امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای نجات توافق هسته‌ای ایران تاکنون بی‌نتیجه بوده، مخصوصاً آنکه اتفاق دریایی اخیر میان ایران و انگلیس و اقدام مقابله به مثل ایران شرایط را برای اجرای تعهدات هسته‌ای از جانب اروپا سخت کرد و مهمتر از همه نخست وزیری در انگلیس پا به میدان گذاشت که از لحاظ رویکرد سیاسی بسیار نزدیک به ترامپ است و مواضع رئیس جمهور واشنگتن را در مورد ایران دنبال می‌کند. خب با این گزارشی که دیدیم سوالاتی به ذهن متبادر میشه، از جمله اینکه هدف از برگزاری این جلسه چی بوده و تا چه حد به این هدف نزدیک شده و چرا این روند مذاکره بر سر برجام به سرانجام نمی‌رسه. اینا سوالاتی هستن که در گفتگوی امروز با خسرو شکراللهی در میون میذاریم. سلام میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. بله، این جلسه کمیسیون برجام که دیروز در وین برگزار شد تحت عنوان جلسه فوق العاده به اصطلاح برگزارش کردن، در حالی که بعد که شرکت کنندگان در اون بیرون اومدن چیزایی که گفتن همون حرفای تکراری قبلی بود. پس چرا به این جلسه به عنوان جلسه فوق العاده به اصطلاح نامگذاری شد؟ بله، فوق‌العاده نامگذاری شد و فوق‌العاده هم باش فرا خوندن در ظرف مدت کوتاهی تشکیل شد و همینطورم که شما میگید بله، حرفا همون حرفای بود که خیلی شنیدیم بعد از این جلسه در گزارش دیدیم. این عراقچی که اومد همون حرفا زد، ما ادامه میدیم همون گامای کاهش تعهدات برجامیمون رو تا اروپا به تعهداتش برسه. بله،
و اروپا هم که بازم تاکید کرد بر همون اینکه همه جوانب برجام باید رعایت بشه و اینا. بنابراین همین که میگید این سوال بزنیم پس به ذهن میاد که خب پس چه چیز اضطراری این وسط بود؟ اضطراری و فوق‌العاده شرایطیه که اصلا برجام درش قرار گرفته. بالاخص در هفته‌های اخیر بعد از این رو بودن نفکش انگلیسی و بعد از اینکه دولت انگلستان عوض شده و دولت جدید نشون داده که سیاست‌های در همین مدت کوتاه اینطور هم که تحلیلگران میگن سیاست‌های همسوتر با آمریکا در رابطه با پرونده اتمی رژیم میخواد اتخاذ کنه، این شرایط رو فوق‌العاده کرده برای هم اتحادیه اروپا هم رژیم که میخوان برجام رو حفظ کنن. از طرف دیگه همین اقدام رژیم که گفته من کاهش میدم تعهدات برجامیم رو، اگرچه اون چیزی که تا حالا هم گفته مهلت های دو ماهه گذاشته مرحله اول مرحله دوم، خیلی کاهشی از تعهدات برجامی نبوده به اون صورت و بیشتر جست و نمایش بوده. مثلا حتی همین حرفی هم که صالحی میزنه که گفته ما 24 تن اورانیوم غنی شده 67% تولید کردیم و میگه تولید کردیم و نمیگه که مثلا 23 تن و 700 کیلوگرمش رو فروختن، همون 300 کیلو رو نگه داشتن یا یه خورده بیشتر، اینا رو نمیگه. ولی علی رغم این بله این همه اینها شرایط رو استراری کرده. به نخواست اینکه رژیم گفته من ادامه میدم و بره بالای غنی‌سازی، یعنی غنی‌سازی رو به 20% برسونه که دیگه اون وقت نقص جدی محسوب میشه. همه این شرایط باعث شده که هم اروپا و هم رژیم که بالاخره نیاز دارن به این پوسته واقعا فرسوده ای که از برجام باقی مونده تلاش بکنن این رو یه جوری حفظ بکنن و به نظر میرسه فوق‌العاده ایه. این اجلاس هم برای این بوده که اروپایی ها میخواستن همین شرایط رو به رژیم گوش زد بکنن که حواست باشه که وضعیت داره، یعنی وضعیت انفجاری و خطرناکیه این روندی که داره پیش میره، که همون که از کنم بالاخره هدفشون حفظ همین پوسته برجام هست در دو طرف. بله، حالا این که میگید از برجام پوسته بیشتر باقی نمونده، چرا هر دو طرف هم رژیم هم اروپا سعی میکنن این رو زنده نگه دارن و حالا موفق نمیشن؟ بله، خب از جانب رژیم که خب رژیم اگر برجام به اصطلاح نقض بشه، یعنی اگر برجام شکست بخوره، که خب این یا با نقض برجام از جانب رژیم خواهد بود، منظورم شکست کامل، یا با نقض برجام از جانب رژیم یا با خروج یکی از همین طرفای ترویکا از برجام و یا اینکه اصلا خروج رژیم، این چشم اندازه ای هست که الان در حال حاضر برای برجام پیش بینی میشه. خب اگر این نقض بشه پیامدش برای رژیم خطرناکه. این دوباره به شورای امنیت برمیگرده این پرونده، یعنی مکانیزم ماشه به کار میفته که در برجام پیش بینی شده، پرونده به شورای امنیت میره، تحت منشور هفتم قرار میگیره و همه پیامدهایی که تحت منشور هفتم ممکنه برای رژیم آخوندی پیش بیاد و اون چیزی که روحانی تلاش میکرد در اون موقعی که این برجام امضا شد جلوه بده که بله سایه جنگ رو از سرمون بردیم، که نه خب دوباره برگرده و همین که باندای رقیب من بهش میگن که هیچ نتیجه هیچ، اون دوباره برجسته تر بشه تا اونجایی که به اروپا هم برمیگرده. خب اگر رژیم بخواد برجام رو نقض جدی بکنه و چشمانداز خروج رژیم از برجام باشه، برای اروپا این به مفهوم این است که رژیم پس اطمینانی داره که به دستیابی به بمب اتمی، لاقل یک جنبه شده دستیابی به بمب اتمی نزدیک شده و خب این چیزی نیست که اروپا بخواد.
هر گونه نزدیک شدن رژیم به سلاح اتمی که خب خیلی برای اروپا خطرناکه و نمیخواد همین چیز اجازه بده، حتی به همون نسبتی یا حتی بیش از اون چیزی که آمریکا نگرانش هست، اضافه برای اینکه خب منافع اقتصادی و تجاریش رو هم داره دنبال میکنه و میخواد دوباره برگرده به همون خانه یغمایی که آمریکا که ایران و رژیم ایران پهن کرده بود برای اروپا از اقتصاد ایران. خب منافع اقتصادی مشخصی اروپا داشت و میخواد این رو دوباره به دست بیاره. بنابراین هم از این جانب و بالاخص اگر جنگ، اگر چشم انداز جنگ تقویت بشه، این هم برای اروپا زیان بخشه که در یکی از شریان‌های اصلی اقتصاد اروپا یعنی خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز یک چشم انداز جنگی باشه. پس بنابراین دو طرف، یعنی هم رژیم آخوندی به دلیل وضعیت وخیمش و هم اروپا، این رو میخوان. این یکی از تحلیلگران، به اصطلاح تحلیلگران رژیم، توی یکی از این سایت‌های حکومتی اینطوری نوشته بود، فردی به اسم بیگ دلی میگه اروپایی‌ها تلاش میکنن ایران رو در برجام نگه دارن. شما پرسیدید چرا دو طرف؟ بله. دلیل عمده این است که اگر ایران از برجام خارج بشود، از زیر تسلط آژانس خارج خواهد شد و ممکن است طبق ادعای آنها ایران پنهانکاری‌های انجام دهد و دست به اقداماتی بزند که دور از چشم آژانس باشد. دقیقاً داره میگه که ممکن میترسن که رژیم بره طرف بمب دوباره، بله، اگر از برجام خارج بشه. و خب که این عرض کردم، پرونده به شورای امنیت و بعد چشم‌انداز جنگ، که خب هیچ کدوم از دو طرف، هر دو طرف از این چشم‌انداز نگران و رژیم آخوندی که وحشت زده است، خب اروپایی هم نگران هستن. بنابراین تلاش میکنن که همچنان که گفتم این برجام رو به هر شکلی شده فعلا نگرش دارن، حفظش کنن. حالا تو این جلسه قرار برگزاریش یک جلسه دیگه با حضور وزیران خارجه اجلاس کمیسیون مشترک گذاشته شد، در حالی که رژیم عنوان میکنه که دیگه این جلسات فرسایشی شده. اگر از نظر رژیم جلسات فرسایشیه، پس چرا تن میده بهش؟ بله بله، این همینطور که میگید یک همین جلسه پیش بینی شده و روندی که تا حالا اومده اینطوری به راحتی میشه نتیجه گرفت که خب باز هم خواهند نشسته، باز هم برای جلسه دیگر و جلسه دیگر. بله. و این روند واقعا همینطور که رژیم هم گفتن رسانه‌هاش، یک روند فرسایشی شده. اما چرا این روند فرسایشی رو رژیم بهش تن میده؟ این نکته مهمی است. ببینید، رژیم آخوندی با بحران‌های بقایت مرگباری روبرو هست که فکر میکنه با استفاده از همین روند فرسایشی میتونه زمان بخره و مثلا با همین سیاست کجدار و مریض تا انتخابات سال 2020 بکشونه، 2020 آمریکا، ریاست جمهوری آمریکا. و شرایطی که رژیم باش رو بوده، عرض کردم بحران‌های مرگبار، ببینید یکی خب وضعیت انفجاری جامعه هست، بحران اقتصادی و اجتماعی که می‌بینیم، واقعا خودشون میگن دیگه، میگن کمر مردم زیر این بار و فشار معیشت خم نشده، بلکه کمرشون زیر این بار شکسته، استخوناشون خرد شده. و این وضعیت یک وضعیت انفجاریه، فراموش نکنید در جریان قیام دی ماه 96 خود سران رژیم اعتراف میکردن، همه تحلیلگران و به این دیدند که قیام 96 و تمام پیامدهاش و برآمدهاش، قیام کازرون، قیام مرداد ماه سال گذشته، اعتصاب‌های مثل اعتصاب کامیونداران، فولاد اهواز، هفت‌تپه، اینها همه برخواسته و به وجود آمده از یک شرایط، از شرایط اقتصادی عینی بود که در جامعه یک شرایط انقلابی رو به وجود آورده، شرایط قیام رو به وجود آورده. خب این شرایط هنوز هست و رژیم آخوندی هم هیچ پاسخی براش نداره الا سرکوب. این سرکوب هم که خب دیگه برگ برنده رژیم برای سرکوب داره. این از یک طرف. از یک طرف باز هم با یک وضعیت بقایت مرگبار در درون خودش روبرو هست،
در کشمکش بانتا شما ببینید این چیزایی که این روسا در مجلس ارتجاع، در رسانه های رژیم میاد در مورد همدیگر، اون چیزی که از همدیگر رو میکنن واقعا حیرت انگیزه. پرونده هایی رو میکنن که واقعا ابعادش هیچ وقت قابل تصور نبود قبل از این هم. و از یک طرف دیگه هم که خب همین وضعیت انفجاری که در صحنه بین المللی باش روبرو است، بابر رژیمی که با این بحران ها روبرو است، این چنین میپنداره که خب اگر به این وسیله فرسایشی بتونه کش بده زمان رو، بتونه مثلا یک مفری پیدا بکنه و یا به این امید که هیئت حاکمه ای عوض بشه. و خب این خیلی اشتباه محاسبه است، چرا چون که عرض کردم تضادهای اصلی وضعیت انفجاری جامعه، تضادش با جامعه جهانی همچنان سر جای خودش هست و هیچ راه حلی، در واقع همون چیزی که خامنه ای میگفت، ما همه مشکلی داریم ولی یک مشکل نداره، اونم بیراه حلی، اتفاقا همین بیراه حلی و بنبست. بنابراین این شرایطی است که رژیم رو وادار میکنه که تم بده به این روند فرسایشی. بله، خیلی خیلی متشکرم از شرکتتون در این گفتگو و توضیحاتتون. خواهش می‌کنم.